درخشش بازیگران زن ترکیه در فستیوال فیلم ونیز، ادعای جنجالی جان یامان در مورد دمت اوزدمیر که حسابی جنجال به پا کرده. سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. دو روزه که فستیوال فیلم ونیز در ایتالیا شروع شده و از کشورهای مختلف کلی بازیگر به اونجا دعوت شدن و از اونجایی که این مراسم یک مراسم بین‌المللی هست و حضور در این مراسم باعث میشه که اون بازیگرها خیلی بیشتر دیده بشن و پیشنهادهای بازی بهتری بهشون داده بشه، بازیگران سعی میکنن لاکچری ترین تیپ و استایلی که دارن رو توی این مراسم بر خودشون انتخاب کنن. برای همین چند تا استایل های بسیار زیبای چند تا بازیگران زن ترکیه رو که رفته بودن امشب براتون توی ویدیو گذاشتیم. همونطوری که میبینین استایل دمت اوزدمیر که قوقا به پا کرده که الان جلوتر کلی در موردش صحبت میکنیم، بعد استایل دیلان چیچک دنیزه. دیلان هم از زمانی که با مرد یادچی اغلو وارد رابطه شده بود سر همین سریال چشم چران امارت کلی معروف شده. نفر بعدی که میبینی اوزگ اوزاجار هست که یکی از محبوب ترین بازیگران زن ترکیه هست. اوزگ ترجیح داده در لباسهاش از لباسهای سنگ‌دوزی شده بیشتر استفاده کنه و لباسش تم طلایی رنگ داشته باشه. حالا جنجالی تر از خود مراسم حرفای جناب آقای جان یامان هست. یه بک بزنیم به چند سال گذشته، زمانی که جان یامان و دمت هم بازی بودن. از همون زمانها ادعای اون شده بود که دمت و جان یامان با همدیگه رابطه عاشقانه دارن، چندین بار توی پشت صحنه و خارج از ست فیلم برداری با همدیگه قرار ملاقات داشتن و خب به همدیگه علاقه مند شده بودن. بعد جان یامان اومد توی مصاحبه ها گفت که من دمت رو فقط در حد همکار میبینم، در حد دوست دخترم نمیبینم، که خیلی باعث شد که دمت ناراحت بشه و خب همه انگشت اشاره ها به سمت دمت رفت که جان خیلی خوش تیپ تر از تو هست، چرا رفتی سمتت، چرا خودت رو بهت میچسبونی، تا جایی که دمت مجبور شد از طریق مدیر برنامه هاش اقدام کنه و به جان یامان بگه که اگر یک بار دیگه براش حاشیه پیش بیاره ازش شکایت میکنه، که البته بعد این ماجرا تموم شد. جان یامان کلی از دمت تعریف کرد و اینا. حالا خب یادمون هست دیگه، جان یامان الان تو ایتالیا داره زندگی میکنه، هر سالم میره اون مراسم، امسال نرفته و توی پیجش گذاشته که من خودم امسال به مراسم ونیز نرفتم چون میخوام فرصت بقیه برای دیده شدن ازشون نگیرم، یعنی اگر من باشم همه به سمت من توجه میکنن و کسی به اونو توجه نمیکنه، یعنی غیر مستقیم اسم نگفته ولی کاملا غیر مستقیم فهمونده که منظورش دمت بوده. الان این یه جنجال بسیار شدیدی رای انداخته بین بازیگران جان و دمت که تو چی فکر کردی؟ مگه دمت نیازی داره به تو که دیده بشه؟ اون توی جهان معروف شده، هیچ نیازی هم نداره از اسم کسی استفاده کنه و خب حق هم دارن دیگه، دمت انقدر در سالهای اخیر موفق بود که دیگه نیازی نیست کاری بکنن. حالا یه کامنت های جالبی هم گذاشتم، میگن که تارزان ما به تو نیازی نداریم، یا نمیدونم شرط رفتن به این مراسم هموم رفتن و جولی پولی نبودنه. کلی کامنت های فان براش گذاشتن که خب باعث شده که حاشیه جان اگر میرفت مراسم خیلی کمتر از اینا بود. البته شاید خودش اینطوری گفته که توی حاشیه باشه. استایل های دمت رو هم میبینید که واقعا شاهکاره. حالا منتظر ریاکشن خود دمت اوزدمیر هستیم. دوستای عزیزم، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگر دوست دارین که از آخرین اخبار سلبریتی های جهان قبل همه شما با خبر بشین، چنل رو ساب کنین و شب ساعت 8 منتظر ویدیو جدیدمون باشین. تا فردا شب ساعت 8 بدرود.